سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. سلام، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. ما امروز اومدیم به یکی از جاذبه‌های تاریخی شهر تهران، کاخ سعدآباد. اومدیم اینجا رو به شما نشون بدیم. البته دو قسمت داره، ما قسمت اولش رو الان به شما نشون میدیم و قسمت دوم کاخ سعدآباد رو فردا شب براتون پخش میکنیم. پس مثل همیشه همراه ما باشید. از اینکه وارد کاخ بشید باید یه بلیط بگیرید که به وسیله این دستگاه‌ها میتونید بلیط خودتون رو بگیرید. اینجا مشخص میکنید که ایرانی هستید یا خارجی، شماره موبایل خودتون رو وارد میکنید که من الان دارم موبایلمو وارد میکنم. اینجا هم تعداد بلیط‌هایی که میخواین رو انتخاب میکنید که ما 3 نفریم امروز و 3 تا بلیط انتخاب میکنیم. اینجا کد ملی خودمون رو هم وارد میکنیم. اینجا میتونید قسمت‌هایی که می‌خواین رو انتخاب کنید. اگه همه موارد رو می‌خواین برین، همه موزه‌ها رو می‌خواین برین که 14 تاست، باید 58000 تومان یا حدود 2 دلار هزینه کنید. اگه خارجی باشید، حدود 30 دلار باید هزینه کنید که به پول ایران تقریباً بالای 900 تا 1 میلیون تومان هزینه بلیطتون میشه. ثبت رو می‌زنید و اینجا هم پرداخت رو میزنید و به وسیله این دستگاه پرداخت میکنید. از اینجا هم بلیط خودتون رو میگیرید. اینجا ورودی کاخ سعدآباده. کاخ سعدآباد یکی از اقامتگاه های پادشاهان قاجار و پهلوی بوده. توی دوران قاجار ساخته شده که در اون زمان سکونتگاه تابستانی یا ییلاقی شاهان قاجار بوده. قدیمی ترین بنا برمیگرده به دوران احمدشاه قاجار که خودش نتونست استفاده چندانی از این کاخ بکنه. بعد قاجار این کاخ میرسه به خاندان پهلوی، به رضاخان. کاخ‌ها و ساختمان‌های جدیدی در این دوران بهش اضافه میشه. هر ساختمان هم محل سکونت یکی از خاندان پهلوی بوده. آخرین شاه پهلوی، محمد رضا شاه پهلوی هم در دهه 50 تو این کاخ اقامت داشته که میریم و محل زندگیشون رو هم بهتون نشون میدم. کاخ سعدآباد تو محله زعفرانیه تهرانه، توی منطقه شمالی میدون تجریش. اگه میخواییم به اینجا بیاین باید از طرف خیابون ولیعصر به محله زعفرانیه و انتهای خیابون طاهری بیاین. ساعت بازدیدش هم ساعت 9 صبح تا ساعت 7 بعد از ظهر هست که اگه پاییز یا زمستون میخواییم بیاین اینجا از ساعت 9 تا ساعت 5 بعد از ظهره. کاخ سعدآباد بخش‌های مختلفی داره مثل کاخ سبز، کاخ ملت یا کاخ سفید، موزه خودرو، موزه ظروف سلطنتی، موزه استاد فرشچیان، موزه آشپزخونه سلطنتی و جاهای دیگه که ما بخش‌های مهمش رو تو این ویدیو بهتون نشون میدیم. اینجا قسمتی که میبینید قسمت موزه آشپزخونه سلطنتیه. اول اینجا رو به شما نشون بدیم.
وایسا. اینجا آشپزخونه کاخ سعدآباده، یکی از آخرین جاهایی که به این موزه اضافه شده. اینجا میبینید سردخونه است و بیشترین، اینجا نوشته که بیشترین گوشت قرمز مصرفی دربار از گوسفندان پرورشی بوده که از سمت استان چهارمحاله و بختیاری بوده. این هم نمونه ای از وسایل و یخچال های این آشپزخونه بوده. توی سال 1354 یه شرکت آلمانی اومده و مجهز کرده این آشپزخونه رو به تأسیسات و به لوازم آشپزخونه. اینجا هم بهتون برم نشون بدم که اتاق غذاخوری کارکنان آشپزخونه بوده. این قسمت هم که میبینید برای غذاخوری کارکنان این آشپزخونه بوده. این مجسمه که میبینید مجسمه علی کبیری هستش که علی کبیری سرآشپز این آشپزخونه بوده و همچنین آشپزخونه کاخ نیاوران هم ایشون سرآشپزش بوده. اینجا هم قسمت فرش. اینجا هم که داشتن حالا استیک و گوشت و این غذاساز ساخت ایتالیاه که نوشته سال ساختش هم 1353. این دستگاه برقی برش گوشته. این غذاهایی هم که میبینید نوشته ماکت های تهیه شده از دسرهایی که اون زمان توی این آشپزخونه سرو میشده. و این هم یه مجسمه از آقای علی افشار که یکی دیگه از سرآشپزهای این آشپزخونه بوده. این خودرو یه خودرو برقی ساخت آلمانه که تو آشپزخونه وظیفه جابجایی ظروف و ابزار سنگین آشپزی تو محیط کاخ رو داشته و میتونست 550 کیلوگرم بار رو حمل کنه. اینجا هم تصاویری از شاه ایران محمد رضا شاه پهلوی هست. یه چیز جالب هم اینجاست که برنامه غذایی 28 خرداد ماه سال 1353 هستش که غذاش هم آش ماست و تهچین و غذاهای دیگه است
اینجا هم به عنوان نمونه شام 12 آبان سال 1346 که خاویار و قرقاول هست که به عنوان نمونه اینجا گذاشته. یکی از بدیهایی که خود کاخ سعدآباد داره اینه که پیاده روی خیلی زیاد داره، ولی خب این ماشین‌ها هستن که شما رو میتونن از این موزه ببرن به موزه دیگه و کلا اگه خسته شدین میتونین از این ون‌ها هم استفاده کنید. اگه میخواین به اینجا بیاین هم میتونید از مترو استفاده کنید و هم اتوبوس و هم تاکسی. برای رسیدن به اینجا از طریق مترو باید در خط 1 مترو تو ایستگاه تجریش پیاده بشین و سوار تاکسی های آصف یا اسدآباد بشین. اگر هم از اتوبوس استفاده میکنید که بهترین خطش خط راه آهن تجریش هست که میدون تجریش که پیاده بشین دوباره باید سوار تاکسی آصف یا اسدآباد بشین. کلا بهترین مسیرش برای اینکه به اینجا بیاین، حالا چه از طریق تاکسی چه مترو چه اتوبوس، اینه که به میدان تجریش بیاین و سوار تاکسی های آصف یا اسدآباد بشین. این رودخونه هم که میبینید رودخونه جعفرآباد هست که از وسط محوطه کاخ میگذره. و اون هم ساختمون موزه پوشاک سلطنتی که الان میریم و با هم دیگه میبینیم.
این لباسی که میبینید برمیگرده به دوره تاریخی دوره دوم قاجار. این هم یه لباس زنونه است که خب نوشته که مناطق مختلف ایران توی دوره قاجار این رو تن می‌کردن. اینجا هم عکس تصویر همسر ناصرالدین شاه، اون تصویری که وسط هستش، سمت راستی نوشته لباس حکمرانان قاجار و سمت چپ هم لباس دوباره حکمرانان قاجار دوره دوم قاجار. این لباس رسمی سنتی سران دوره اول قاجار و این هم نخست وزیر ایران بوده، امیر کبیر، که تو دوران ناصرالدین شاه بوده. این هم خود شاه ایران ناصرالدین شاه با لباس نظامی. البته من قبلا هم از کاخ گلستان یه ویدیوی خیلی کاملی گرفتم که لینکش رو میذارم براتون، هم تو قسمت دیسکریپشن هم این بالا میذارم که اگه خواستین ببینید. کاخ گلستان کلا مربوط میشه به بیشتر ناصرالدین شاه و شاههای قاجار. بریم اون قسمت هم ببینیم. این قسمت تماماً لباس مردان و زنان محلی ایرانه. از محل زنان کرد بگیریم، مردان کرد، از لباس محلی خراسان، آذربایجان، ترکمن، گیلان، قشقایی، بختیاری، هرمزگان اینجا میتونید ببینید. این قسمت هم لباس محلی زنان سیستان و بلوچستانه. این اثر پرده خانه خداست که توسط پادشاه عربستان تو سال 1346 به محمد رضا شاه پهلوی اهدا شده. اینجا هم تصاویری از شاه و اهالی دربار قاجار رو میتونید ببینید. طبقه دوم اینجا هم لباس‌های مراسم دربار پهلوی هستش که الان میریم بهتون نشون بدم. اینجا لباس های از رضا شاه یا رضا خان اولین پادشاه پهلویه
اون لباسی که میبینید روبرو یونیفرم متعلق به رضا شاهه و اون لباسی هم که کرم یا قهوه‌ای رنگه پالتوی رضا شاه هستش. تو این قسمت هم لباس‌های از اهل دربار پهلوی رو میتونید ببینید. این لباس لباس تاج الملوک همسر دوم رضا خان هستش. این لباسی که میبینید لباس سوزندوزی شده یه فرع پهلویه که لباسی بود که توی مراسم تشریفات میپوشیده تو سال 1350. این لباس هم لباس نامزدی فرع پهلویه. کلن خیلی مجموعه قشنگ و با ارزشیه. کلن کاخ سعدآباد پیشنهاد میکنم که حتما اگه به ایران اومدین یا توی ایران هستین اینجا رو ببینید. این لباس هم لباس تشریفات فرع پهلویه که از طرح نقش‌های اسلیمی ایران استفاده شده. شاید یکی از قشنگ‌ترین لباس‌هایی که تو این موزه هستش لباس عروس فرع پهلویه که برمیگرده به سال 1338 که مراسم عروسیشون رو توی کاخ گلستان گرفتن. خب ما الان اومدیم یه استراحتی بکنیم. اینجا هم قسمت بیرونی موزه پوشاک سلطنتی سعدآباد. خب تا اینجا ویدیو رو دوست داشتین، اگه تا اینجا رو دوست داشتین حتما ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو تو قسمت کامنت ها برای ما بنویسید. ما هم اینجا یه استراحتی کردیم چون پیاده روی زیاد داره تو قسمت موزه. الان بریم که بقیه جای موزه رو هم بهتون نشون بدیم. الان داریم میریم به یکی از زیباترین کاخهای سعدآباد که به اون کاخ موزه سبز میگن که متعلق به رضاخان هستش. چون از سنگهای سبز رنگ در نمای ساختمون استفاده کردم به اون کاخ سبز میگن. این رو هم بگم که این ساختمون اولین مجموعه بود که در زمان پهلوی توی کاخ سعدآباد ساخته شد و برای مدتی هم کنستانتین پادشاه یونان در این ساختمون اقامت داشت. اینجا دفتر کار رضا خان بوده. اینجا هم تالار انتظار بوده که محل انتظار مراجعه کنندگان برای ملاقات با رضا شاه بوده. Thank you.
اینجا هم قشنگترین اتاق کاخ سبز هست که به اون تالار آینه میگفتن که محل دیدارهای رسمی و تشریفاتی رضا شاه بوده که اگه دقت کنید مجسمه رضا شاه رو هم در اون انتهای تالار میبینید. دوستای عزیزم، امیدوارم که از این ویدیو راضی بوده باشین. ما قسمت دوم رو فردا شب پخش میکنیم، پس منتظر قسمت دوم باشین. حتما نظرتون رو راجع به این ویدیو به ما در قسمت کامنت ها بگین. مثل همیشه پر انرژی باشین، مواظب خودتونم باشین. تا قسمت دوم، خدا حافظ.